خب ادامه میدیم. به اینجا رسیدم که گفتم همیشه سمت راستیان این لیاقت رو ندارن که بیان توی کلید و اونایی که بعد بیان توی کلید حتما باید سمت چپ باشن. و یه ذره که بررسی کنم، بچه ها موافقین که سی با آبی همه رو میده؟ نه؟ کافیه که من بنویسمش، مثلا آ با بی با سی چک میکنیم، مثلا میشه آ با بی با سی و بعد من چی رو دارم؟ آ با سی رو داشته باشم، هم دی رو میده و هم ای رو میده، درسته؟ بله بچه ها، هم آره دیگه، همه رو داد. یعنی الان آ با سی شد کاندید، همه رو میده. یکی دیگه من چیه؟ یکی دیگه ببینید، این که عضو ثابته، نه این باید باشه. آیا چیزی هست که مثلا آب رو بده؟ یه ذره نگاه میکنم، بعد سمت چپ هم باید باشه، پس دی. نه موافقی؟ درک میکنی چجوری حل میکنم؟ و دی رو چک می... خیلی مهمه، سی عضو ثابته، عضو کلید کاندیدت، قانون سومه. و نگاه که میکنم میبینم که مثلا دی در واقع چی رو میده؟ آبه رو میده و جور شد دیگه. پس اینم کاندیده، اینم کاندیده. آیا داره کاندیده دیگه این؟ نه نداره دیگه، واقعا نداره. داره نداره، همیناست. و بعد این دوتا کلید کاندید طبق قانون سبا باید اشتراک داشته باشن. آره دارن اشتراک. اشتراکشون چیه؟ 100% سی هست. خیلی خوب، پس من کلیداشو به دست آوردم دیگه. من می نویسم کلیدام، کلید های در واقع کاندید شد آ ب س و دی سی. اینم به عنوان عضو مشترکش، دی و سی. خب این که حل. سوالم چی رو خواسته بود؟ تست 25 ابر کلیدا رو میخواد. سوال هم ابر کلیدا رو از من میخواد. چیکار کنم؟ از اولا طرز تهیه ابر کلید چیه؟ ابر کلید مساوی است با ابر کلید به اضافه چی؟ عضو زائد. بگید چیکار کنیم؟ مثلا یه آ ب س د س میخوام ابر کلید بسازم. با ترکیب کنیم دیگه. آفرین، خیلی ساده است. ببین من چیکار میکنم. مثلا اولین کلیدی که به دست آوردیم چی بود؟ آ ب س. به اضافه چی کنمش؟ ای دی. موافقید؟ بعد این ایدی میتونه یکی نباشه، یکی نباشه، یکی نبود، یکی بود، یکی بود، یکی نبود، هر دوتا بودن. دیجیتال ما داستان، داستان یکی بود یکی نبوده. این به عنوان کاندید دیگه. اینا هم چیان؟ اعضای زائد. اینا هم چیزایی که بهش میتونه بچسبه. بله بچه ها، البته هر کلید کاندیدی حتما ابر کلیدم هست. خیلی به دقت به من گوش بدید. یک کلید کاندید به اضافه یک کلید کاندید چی تولید میکنه؟ ابر کلید. نه، کد ملی با کد دانشجویی با هم چی میشه؟ میشه ابر کلید. به این دقت داشته باشید. خب خب بگید دیگه، ابر کلیدش رو بگید بچه ها. میشه یکیش میشه آ ب س. نه، بعدی رو شما بگید. آ ب س با کی بیاد؟ آ ب س با دی بیاد. بعدی
آ ب س با ای بیاد. دیگه چی؟ آ ب س ای با دی بیاد. درست؟ تا الان شد چند تا اول کلید؟ چارت. آیا بازم داره؟ بله داره. مثلا اون یکی چی بود؟ دی سی. دی سی به اضافه ی آ به ای مثلا، یعنی چیزایی که مونده دیگه. خب یکی نبود، یکی نبود، اینطوری اینطوری اینطوری، صفر صفر صفر، یک یک صفر، یک 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 یک. خب این چی میشه ابر کلید های این؟ اینا هم این کاندیده، اینا هم عضوای زائدن. خب بیا بگو میشه دی سی، دی سی ای، دی سی بی، دی سی بی ای، دی سی چی؟ آب ای. چرا من چی دارم؟ چرا من میسم دی سی؟ آه اوکی درست نوشتیم دیگه. دی سی آ، دی سی آ ای، دی سی آ بی، دی سی آ بی ای. نه بچه ها، دی سی دی سی، دی سی بی، دی سی بی ای، دی سی آ، دی سی آ ای. خب اینجا هم یه تعدادی به دست اومد. یه حالت دیگه سومی هم دارم، حتی این تو کتاب نیست، این هم مهمه بعد اضافه کنی. یکی هم بچه دی سی به اضافه چی؟ خود آبسه. چون این کاندید مگه نبود؟ مگه من اینجا به تو معرفی نکردم کاندیدا رو دی سی آوی سی؟ یکی هم دی سی میشه و یعنی کاندید با کاندید بازم چی تولید میکنه؟ که جمع میشه دی سی آ... یعنی این حالت سوم هم مهم بود بررسی بشه ها، یعنی کاندید به اضافه کاندید، کاندید به اضافه چیزای اضافه، یعنی همه رو نوشتم. چند تا حالت داشت؟ سه تا حالت. درسته حرفم؟ خب اینجا چند تا داریم؟ اینجا چهار تا. اینجا چند تا داریم؟ هشت تا. اینجا چند تا داریم؟ یه دونه. یعنی جمع بزنی میشه 13 تا. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که آیا تکراری هم تو اینا هست؟ مثلا دی سی آ بی سی همین الان اینجا هست دیگه ایناهاش. یعنی یه سریاش تکراری هم دیگه، بچه تکراری باید حذف کنیم دیگه. پس فعلا 13 منهای 1 آیا بازم داره تکراری؟ تکری آیا بازم داره؟ آ ب س د ای رو حذف کردم. البته آ ب س د ای اینجا هست. اینجا چطور؟ اینجا هم هست. این سه جا هست اصلا. نه بچه ها؟ ما جمعی که زدیم یه چهار تا، یه هشتا و یه دونه هم یه دونه. ها اینجا هم داریم آ ب س د ای رو داریم دیگه. اینجا هم داریم آ ب س د ای، یعنی جمع شد. آره تولید میشه. خب الان چند تا تکراری باید حذف کنیم؟ الان این منهای
یه 4 تا یه 8 تا میشه 12 تا، با این یه دونه میشه 13 تا. ها یه چیزی اینجا من نمیبینم احتمالا. تعداد اول کلید ها. آه اوکی، میگم خدای درست شد ذهنم. نه اونو میدونستم که باید بنویسم. میدونی من داشتم چی کار میکردم؟ من نه که سه تا تکراریه، 13 رو منهای 3 میکردم میشد تو ذهنم 10. خب بعد 10 رو منهای اون یه دونه که الان شما میگید میکردم میشد 9. خب هی میگفتم چرا 9 باید بشه، بعد 10 بشه. خب من نباید منهای 3 کنم. بچا من یه بار دیگه سوالمو میپرسم. ببین این آ ب س د س چند بار تکرار شده؟ 3 بار نه؟ خب بعد منهای 3 کنم یا منهای 2 کنم؟ منهای 2 کنم دیگه. منهای 3 بار کنم که هر سه تاش حذف شده. آره من تو ذهنم هی منهای 3 میکردم، بعد منهای 2 کنم اول. یعنی یه دونش باید بمونه دیگه، میشه چند؟ 11 تا. این تا اینجا 11 تا. یه دونم چی هست؟ یه دونم آ ب س د هست. این آ ب س د، این اینجا و اینجا آ ب س د. این خب اینم الان اینجا دو تا تکرار داره، یعنی بعد اینم منهای چند بشه؟ دوباره 1 بشه و بشه 10. البته این که دوستتون میگه که حالت سومم بعد باشه نباشه، ببین من از نظر این میگم که این یه موقع حفظ نشه تو ذهن شما. بدانید که کلید کاندید با کلید کاندید خودش یه حالته در واقع، که بهتره دیگه بدونیم اینو. پس این حالت سوم هم هست دیگه، بالاخره کاندید با کاندید میشه. خیالمون راحت باشه که مثلا شاید بله برای محکم کاری یه موقع مثلا میبینیم تونا تولید نشده. ما همیشه این حالت های بچه تو مهندسی نرم افزار ما اصلا میگیم لبه های مرزی رو همیشه یادمون میره. نه مثلا یه نرم افزار نوشتیم که باید نمره بین 0 تا 20 باشه، تو مهندسی نرم افزار میگه که خود 20 رو وارد کن نکنه، میگه خود 20 تحلیل مقادیر مرزیه. بله میگه مثلا 21 رو وارد کن، یه موقع سیستم یه موقع بپذیره اشتباهی دیگه، یا مثلا منهای 1 میگه لبه های مرزی رو میگه که در واقع بررسی کنید، و این لبه های مرزی همیشه مهمه. این هم اسلاید های قبلی. خب این از این هم فهمیدیم. سوال بعدی بچه سوالاتونو دیگه میخوایم کم کم جمعش کنیم. ما فکر یکی دو تا دیگه حل میکنم و میریم بیم نرمال سازی. نرمال سازی هم آسونه، مثلا اسمش میاد فکر نکنید الان مثلا وای نرمال سازی. تست 14 رو دوستتون میپرسه، من حل میکنم. ST S number T number date time code چه وابستگی براش داده؟ گفته که کد میده ته نامبر رو، میگه که چند تا نامزد کلیدی داره، تعداد نامزداشو میخواد این سوال. قاعدتا باید اس نامبر ته نامبر دیت تایم، بعد خود سوال اینم داده دیگه، گفته که اس نامبر تی نامبر کلید اصلیه. نه سوال 14 رو دارم حل میکنم، گفته که کلید اصلیه. آن چرا 13 تا شد؟ به خاطر اینکه یه دونه هم حالت سومو بهش اضافه کردم دیگه. خانم یاقوت اون حالت سوم رو تو کتابم نگفتم، اینجا گفتم الان. نه یه حالت سوم هم داریم که انگار کاندید به اضافه کاندید، یه 4 تا یه 8 تا یه دونه میشه 13 تا.
قبول. این حالت سومه دیگه. خیلی خوب. بچه خود سوال یک کلید اصلی رو به من داده یا نداده؟ داده. یکی از کلیدهای اصلی رو داده. خب ببینید اینو باید چجوری حل بکنیم. یکی از کلیدهای اصلی لو رفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما الان بستار اسنامبر و تینامبر رو بگیری باید چی بده؟ همه رو بده. یعنی این کاندیده دیگه. نه این کاندیده دیگه. خب همه رو میده. یکی از کلیدهای اصلی. بعد سوال یه وابستگی به ما داده به نام چی؟ اینکه کد داره تنامبر رو میده. اینم درک میکنیم؟ و همین که این کد داره ت نامبر رو میده به من بگید الان ما رو میکشونه میبره تو قانون چندم، میبره ما رو تو قانون سوم، ما رو میبره میذاره تو قانون چی؟ سوم. موافقین؟ یعنی من به جای ت نامبر بذارم چی؟ قبول دارین 100% اینم همه رو میده و قبول دارین که این اسنامبه بینشون مشترکه و قبول دارین اصلا قانون سومه و قبول دارین که دیگه کلید دیگه ای نداره و کلیدای کاندیدش همین هاست؟ آره یا نه؟ نداره دیگه چیزی دیگه. بنابراین جواب میشه گزینه چند؟ دو. قابل درکه؟ خب سوال بعدی رو بپرسیم. سوال 23. به حل منم دقت کنید، مثل من حل کنید. مثلا وقتی کلید اصلی رو بهتون میده دیگه نیاز نیست مثلا برید وابستگی تابعی ها رو به دست بیارین، دیگه کلید لو رفته دیگه. خب اون قوانین من مال وقتیه که کلید رو نداریمش. ببخشید آره دیگه، مال وقتیه که کلید رو نداریم. وابستگی ها رو داریم، از وابستگی میریم تو کلید. وقتی خودش دیگه کلید رو لو داده دیگه نمیریم بگردیم دنبال کلید که تازه. کافیه که انگار ما رو یه قدم برده جلو، انگار یکی از کلیدها رو لو داده، حالا میگه کلیدهای بعدی چیه، اونم به شیوه بازگشتی بقیه رو لو میدیم. دقت کردین چی گفتم؟ وقتی کلید و خودش لو داده انگار ما رو یه قدم برده جلو. خب تست 23. تست 23 برگشته گفته که یه سری وابستگی داریم. x1 داره چی رو میده؟ y1 رو میده. نمیدونم x2 داره چی رو میده؟ y2 رو میده. و مثلا xn داره yn رو میده و الی بی نهایت. و قاعدتا این راسته، این چیه؟ این چپه. بچه انگار این روش چندم رو داره سوال میپرسه. ببینم چی نوشته اینجا. اول که حل کردم داشتم کم بود. دقیقا همون روش دومه. یعنی من الان اینجا چی بنویسم؟ یعنی این وابستگی چی میاد فقط؟ یعنی وابستگی غیر بدیهی حذف میشن دیگه.
یعنی وای منهای ایکس دیگه، نه دقیقا روش دومه، وای منهای ایکس. آره دیگه، وای منهای ایکس. یا کنید این میگه که در واقع یونیون یک تا n x i منهای در واقع y i، که این انگار راست این چپه، راست منهای چپ. میگه که این بشه یک ابر کلید. بچه تو کدوم قانون وقتی که این تفاضل رو میگیریم میشه ابر کلید؟ کی میتونه بگه اینو؟ فقط تو قانون دومه دیگه. تو قانونهای دیگه تفاضل میگرفتی میشدن ابرکلید؟ نه دیگه. تو قانون دوم میشد ابرکلید، تو قانون سوم میشد عضو کلید، تو قانون چهارم میشد چی؟ توهی. یعنی این سوال داره قانون چندم رو میپرسه؟ داره قانون دوم رو میپرسه. و جالبه که در قانون و جالبه که وقتی که یه چیزی بره تو قانون دوم چند تا کلید کاندید داره؟ یه دونه دیگه، یعنی جواب میشه گزینه چند؟ یک. نه ببین چقدر کمک میکنه. شیوه دوم رفته و ما میدونیم که این خیلی نکته مهمیه که تفاضل اینها یا میشه ابر کلید یا میشه عضو کلید یا میشه هیچی. و اگر بشه که ابر کلید 100% میشه قانون دوم و یه دونه کلید کاندید بیشتر نداره و میشه آر تنها کلید کاندیدش و بقیه گزینه ها غلطه. ها یعنی میشه گزینه دو دیگه در واقع. ها گزینه دو دیگه، نه بچه ها گزینه دو میشه دیگه. آنگاه آر تنها یکی کنه اگر ایکس وای منهای چهار، ببخشید بله میشه گزینه چهار، چون میشه وای، بله من به ایکس و وایش دقت نکردم، وای گفته دیگه، یعنی وای منهای ایکس، راست منهای چپ. گزینه سه چرا غلطه؟ به خاطر اینکه گفته حداقل دیگه. خب نه دیگه، اگه بشه حداقل که بعد بره تو قانون چندم یا سوم یا چهارم، که اون موقع اصلا یه بحث دیگه میشه. واضحه که این تست میشه گزینه چهارم. تست بعدی رو بپرسین، سریع بپرسین، اگه ندارید بریم تو نرمال سازی. خب بریم نرمال، منم یه نگاه بزنم خودم. تست 29 بچه ها تست 1 و 29 رو به عنوان دیگه حل شد دیگه، تست 1 و 29 رو به عنوان آخرین تست حل میکنم. اول تست 29، بله میریم آنترا، یعنی اینا رو حل کنیم میریم آنترا، بعدش هم میریم تو نرمال سازی. تست 29 میگه رابطه یه فلان رو در نظر بگید. A B C D E، بعد وابستگی هامون هم اینطوری A D E، C میدهد A B، B میدهد D. گزینه یک گفته A میدهد E را. کار باید بکنم، باید بیام ببینم با استفاده از این وابستگی آ ای رو میده، آ خودش خودشو میده بچه ها. بنابراین تست 28 در واقع این که غلطه، موافقین با من؟ اصلا جلو نرفت، جلو نرفت دیگه. گزینه دو
پس تار میگیریم، به خودش رو میده، به ده رو میده، استاپ دیگه نمیره جلو. آیا یافتم؟ آیا آ رو یافتم؟ نه دیگه، به آ نرسیدیم اصلا. گزینه سه، پس تار میگیریم، ببینیم دی به ای میره، ده رو دارم، هیچ نمیره جلو اصلا، استاپ نمیره جلو. گزینه چهار، سی خودشو داره، سی و وقتی دارم آرو میده، برم میده، بچه ها نه من اشتباه دارم حل میکنم، نه ببخشید من فکر کردم، من دارم اشتباه 28 حل میکنم، حالا اب نره حل کردم دیگه. آب رو میده و سی رو دارم، آب رو میده، ب رو دارم، دیرم میده و آده که دارم ایرم میده دیگه، یافتم، ایو داد. پس جواب این سوال میشود گزینه در واقع چهار. تست 29، در یک رابطه 6 وابستگی تابع سادیزه، پس از کمینی که مجموع رابطه چند وابستگی تابعی دارد. خب وابستگی هاش اینطوریه، آ میده به سه، آمیده دی رو، آمیده کار رو، کامیده سی رو، بی میده دی رو، بی سی میده دی رو. خب کمینه رو میخوایم دیگه، باید چکار کنیم؟ در تست 29 وقتی که دنبال کمینه هستیم باید ببینیم که کیا اصلی هن و کیا فرعی هستن. میتونه نمودار بکشین مثلا ببینید کدوم ها رو میتونیم حذف کنیم دیگه، میتونید نوشتاری حل بکنید. میریم جلو، فرض کنید وابستگی نباشه، آیا میتونید بدون وابستگی های بدون این، بچه ها میفهمید چی میگم دیگه، بدون این میتونید از آ برید به بسه؟ برو ببینم میتونی برسی. خب برو بدون این وابستگی، میفهمید؟ درک کنید چی دارم میگم. آ خودشو میده، آ دی رو میده، تجزیه هم آره میتونیم، بعد تجزیه هم بکنیم. آره من دیگه خواستم یه راست برم دیگه، آره این که اینجا تجزیه نکردیم این اشکاله، بله بعد تجزیهش بکنیم، چون نمیشه که تجزیه نکنیم، باید تجزیه بشه حتما. پس من اینو اینجوری می نویسم، این باید تجزیه بشه، باید حتما سمت راستی ها تجزیه بشه دیگه، نداریم. حتی سمت چپی ها هم میشه خلاصه کرد، آیا ب سه رو میده یا سه ب رو؟ ها ب سه رو بده یا سه برو بده، اصلا سمت چپ سی نداریم. میفهمید چی میگم بچه ها؟ سمت راستی ها باید تجزیه بشه، سمت چپی ها باید خلاصه بشه تا جای ممکن. پس این همینجوری میمونه دیگه، نه؟
خب پس میریم جلو. آیا آ میدهد ب رو؟ آ خودش خودش رو میده؟ آ رو داشته باشم؟ بچه من اصلا سمت راست بی ندارم نه؟ پس این چی میشه؟ اصلی. بعدی آ به سی، آ خودش خودش رو میده، فرض کن اینو نداریمش اصلا، به کمک دیگران. آ رو دارم، آ دی رو میده، آ کار رو هم میده، کار رو دارم به سی میرسه. بچه ها آ میده هستی را رو حذف کنم یا بمونه؟ میشه فرعی. آفر، درک کنید چی دارم میگم دیگه. خود وابستگی رو فرض کن نیستش. آیا من وقتی که یه وابستگی دارم چک میکنم خودش رو باید در نظر بگیرم برای تولید؟ نه، نباید برای تولید در نظر بگیرمش. الان آ خودش خودش رو میده، خب چک کنید، آ خودش خودش رو میده، آ بی رو میتونه بده. وقتی که آ دارم میتونه کار رو بده، کار رو دارم سی رو میتونه بده، بی رو دارم مثلا میتونه دی رو بده. درسته حرفم؟ و بنابراین این چی میشه بچه ها؟ بگید فرعی. میریم برای بعدی، آکا. آ خودش خودش رو میده، آ رو دارم طبق اینجا بی رو میده، بی رو دارم آکا. بچه ها اصلا ما سمت راست کا داریم یا نداریم؟ غیر از اون وابستگی چهارمیه، غیر از وابستگی چهارمی اصلا ما نداریم، نداریم. و بنابراین 100% میشه چی؟ اصلی. یعنی آکا میشه اصلی. میریم برای بعدی، کا میدهد سی چطور؟ بچه ما اصلا سمت چپ کا داریم غیر از این؟ خب وقتی اصلا سمت چپ استارتر کا نداریم چجوری میتونیم برسیم به سی؟ اصلا خود استارتر کا رو نداریم، درسته؟ بنابراین اینم میشه چی؟ حتما اصلی. حالا میایم اینجا، این برای اینه کی؟ بی میدهد دی. بی اصلا ما سمت چپ غیر از این استارتر بی نداریم نه؟ پس اینم میشه چی؟ چند تا اصلی شد بچه ها؟ چارت. یعنی میشه گزینه چند؟ میشه گزینه 1. تست 23 گزینه 4 میشه دیگه خانم مقری. بعد باید راست منهای چپ بشه، دقت میکنی؟ راست، راست من اینجا چیه؟ راست وای هست دیگه، اینم ایکس آی. یعنی تو گزینه 4 اینجوره دیگه، درست نمیگم؟ راست وای هست، چپ ایکس، وای منهای ایکس. خب نه نه بابا، یک اینجوری نی، گزینه یک ایکس و منهای آی کرده. بعدم قانون روش دوم من چی میگفت؟ روش دوم
میگفتش که عضو کلید مساوی است با کل ستونها منهای یو آی مساوی با یک تا ان وای آی منهای ایکس آی دیگه. نه اینا اینجوری بود دیگه، کل ستونها رو بعد منهای میکردیم، درسته که عضو کلید رو به دست بیاریم. این در واقع سمت راست وابستگی های چی رو به دست میاره؟ غیر بدیهی، این تیکه. حالا کل ستون ها منهای سمت راست وابستگی های غیر بدیهی میشه اون. قبول؟ میشه گزینه 4. حل شد. فرق گزینه 1 و 4 اینه که گزینه 4 وای باید منهای ایکس باشه، سمت راست منهای چپ. تفاضل هم نداره. آره اون تفاضل رو باید داشته باشه. این هم از تست 29. گوش نمیده خانم اوغلی من چی میگم. بابا جان دارم میگم که این سمت راست وای هست، اینم سمت چپی که ایکس هست. خب دارم میگم راست منهای چپ دیگه، راستم وای هست. اه. بازم نشد. بابا جان اسم راست چیه؟ وای مگه نیست اسم راست؟ خب سمت چپ چیه؟ ایکسه. قانون دوم من چی میگفت؟ میگفت راست منهای چپ دیگه. آره یا نه؟ خب سمت راست وای دیگه، میشه وای منهای ایکس. بعد رو تک تک وابستگی ها، درسته؟ بعد اینم اجتماعشه، این اجتماعشه. قبول نمی کنی؟ اینجا مثال هست باز. کوشش مثاله؟ من یه جایی گفتم اینا رو. آه اینجا گفتم دیگه. ببین همون یو است. میبینی؟ اینجا من گفتم یو مثلا آی از 1 تا n. آه ببین برای اولیه، برای دومیه، برای سومیه، برای بعد شد چی تفاضلشون؟ شد ب و سی و ای و آ و توهی. خب حالا باید اون حاصل این تفاضلاش که شده آ بی، ببین آ بی سی و ای، اینا منهای این کل. آها این کله یعنی همون وی. این هم که یو آی مساوی با 1 تا n وای منهای ایکس، که اگر اینو وای بگیم اینو مثلا ایکس بگیریم. حله؟ حل شد الان یا نشد بالاخره؟ واقعا حل نشده یا سر کار گذاشتی؟ خب من الان پاشم بیام اونجا دیگه. پس الان واقعا حل نشده موضوع. یعنی چی حل نشده اصلا؟ من نمیفهمم الان واقعا. بابا جان دارم میگم این سمت راست وای، این ایکس سمت چپ. حالا این مثال اینجا رو میفهمی؟ آه اوکی. خب بگو که تنها حداقلش رو مشکل داریم. ببینید وقتی که ما میگیم، وقتی که یه نکته ایم، ما از یه وی منهای یو یه تفاضل میگیریم. این تفاضل اگه بشه ابر کلید میشه قانون چندم؟ تموم شده رفت. قانون دوم چند تا کلید کاندید داره؟ یه دونه. پس میشه گزینه 4 دیگه. میگه که این حاصل تفاضل اگه بشه یه ابر کلید، این حاصل تفاضل یا یه دونه ابر کلیده، این حاصل تفاضل یا توهیه، این حاصل تفاضل یا عضو کلیده. اگه
بشه ابرکلید این حاصل تفاضل میشه قانون دوم، اگه بشه عضو میشه قانون سوم، اگه بشه توهین میشه قانون چهارم. و اگر این تفاضل خودش شده ابرکلید، یعنی عضو نیست، یعنی توهین نیست، یعنی قانون دومه. هر چی تو قانون دوم باشه اون جدول چند تا کلید کاندید داره؟ 100% دقیقا یه دونه. حل شد الان؟ حل شد دیگه. خانم نوری شما هم مسئله دارین متوجه نمیشی؟ یعنی دو نفر شدین؟ حالا نمیدونم دیگه داستان چی. خیلی خوب بگذاریم ازش دیگه، فایده نداره. خب میریم آنتراک، برمیگردیم میایم میریم فصل نرمال سازی. بنابراین پس من تیتر رو مینویسم فصل نرمال سازی ادامه بحث ما خواهد بود بعد آنتراک. یک ساده است که یک حل شده. آره تو انگار کلاس یک بریم آنتراک برگردیم حلش میکنم. خب ساعت 8 و بچه 40 دقیقه بیاید بی زحمت 8 و 40 دقیقه فعلا، خدا نگهدار.